وقتی آقا محمد خان قاجار شیراز رو فتح کرد و وارد شهر شد، معلوم بود که قرار دمار از روزگار خاندان زندیان در بیاره. اون کینه سخت و قدیمی به این خاندان داشت و قسم خورده بود که هیچی ازشون باقی نذاره. ولی این وسط یه نفر خیلی ترسیده بود. دختر کریم خان زند. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. کریم خان زند سردار سپاه نادرشاه بود. با قتل نادر وقتی خراسان مرکز حکومت دچار هرج و مرج و جنگ قدرت شده بود، کریم خان برای به دست آوردن سلطنت سپاهی درست کرد و به جنگ بقیه رقبا رفت. یکی از رقیباش هم خاندان قاجار بود. ایل بزرگی که از قدیم برای رسیدن به تاج شاهی تلاش می‌کرد. محمد حسن خان قاجار کسی بود که علیه کریم خان زند شورش کرد و شکست خورد. میگن سرشو بریدن و فرستادن شیراز برای کریم خان. این قتل در آینده کار دست سلسله زندیه میده. محمد حسن خانی که سرش رو بریدن بابای آقا محمد خان قاجار بود، همون کسی که سالها بعد دودمان زندیه رو قتل عام میکنه. آقا محمد خان ساکن شیراز بود، یعنی کریم خان به زور آورده بودش به شیراز تا کنار دست خودش باشه، چون بعد از قتل باباش خبر رسیده بود که پسر هم در صدد نافرمانی و سرکشیه. از اونجا که عمه آقا محمد خان همسر کریم خان زند بود، گفتن رابطه بدی هم بین این دو نفر نبوده و پسر بزرگ محمد حسن خان قاجار تو شیراز روزگار بدی هم نداشته. با مرگ کریم خان، آقا محمد خان خیلی زود از طریق عمه‌اش متوجه این موضوع میشه. پس سری شیراز رو ترک میکنه و به استراباد میره که اسم امروزش گرگانه. حالا زمان انتقام فرا رسیده. میگن وقتی سر پدرش رو به شیراز آوردن، جیران مادر آقا محمد خان ازش خواست که به قرآن و شمشیر سوگند بخوره که نسل زند رو طوری از بین ببره که حتی از هفتمین خیشاوند سببی اونا هم یه طفل باقی نمونه. آقا محمد خان از یه زنم تو خاندان زندیه کینه به دل داشت، از دختر کریم خان زند. ماجرا به زمانی برمیگشت که کریم خان بعد از سرکوب ایل قاجار دختر محمد حسن خان رو با خودش به شیراز آورده بود، یعنی خواهر آقا محمد خانو. کریم خان می‌خواست این دختر رو به عقد پسر خودش محمد رحیم خان زند در بیاره تا وصلت دو خاندان زند و قاجار محکم‌تر بشه. اما دختر کریم خان مانع این کار میشه. اون اعتراض میکنه و به پدرش میگه این دختر، یعنی خواهر آقا محمد خان، درخور برادر من نیست و فقط میتونه شایسته قاطرچیان باشه. این جمله برای کل ایل قاجار خیلی گرون اومده بود، به خصوص آقا محمد خان. با مرگ کریم خان فرصت خوبی در اختیار آقا محمد خان بود تا بتونه هم انتقام خودش رو از این خاندان بگیره و هم شاه ایران بشه. اما فعلا باید برای خودش یه ارتش قوی درست میکرد. تو شیراز پایتخت زندیه همه درگیر رسیدن به سلطنت بودن. اوضاع جنگ قدرت اونقدر شدت داشت که حتی جنازه کریم خان هم دفن نشده بود. سه روز طول میکشه تا بالاخره تصمیم میگیرن جسد شاه رو به خاک بسپرن. زکی خان زند که از سرداران کریم خان بود دستور میده جنازه رو وسط عمارت کریم خانی دفن کنن و ماجرا تموم بشه. سالها بعد وقتی آقا محمد خان قاجار سپاه زند رو شکست میده و وارد شیراز میشه، اولین دستوری که میده اینه که استخونهای کریم خان رو از قبر بیرون بیارن و ببرن تهران زیر پلکان کاخش تو مجموعه گلستان دفن کنن تا هر روز خودش و سرداران و درباریانش موقع رد شدن از اونجا پا روی استخونهای اون بذارن. حالا نوبت انتقام از بقیه افراد خاندان زنده، به خصوص لطفعلی خان، آخرین شاه این سلسله که با سپاه خودش فرار کرده و وجودش برای سلطنت آقا محمد خان خطرناکه، و البته دختر کریم خان که سالها قبل به خواهر آقا محمد خان بی احترامی کرده. اما شاه قاجار یه دستور دیگه هم میده، اینکه تمام خیشاوندان زند باید کشته بشن، حتی اگه از نسل هفتم اونا باشن. اما دلیل این همه کینه آقا محمد خان به خاندان زند چی بود؟ مورخان میگن این کینه در اصل برای ثبات سلطنت قاجار مهم بوده. آقا محمد خان نمیخواسته از خاندان سلطنت قبلی رقیبی براش باقی بمونه تا بتونه به راحتی کل ایران رو زیر فرمان خودش ببره. از طرفی برخی هم احتمال دادن که اخته کردن آقا محمد خان نه به دستور عادل شاه افشار، یعنی برادرزاده نادرشاه، که به دست یکی از امرای زندیه صورت گرفته. واقعیت اینه که تو تاریخ درباره اینکه چه کسی آقا محمد خان رو عقده کرده توضیح کافی نیومده و نمیتونیم دقیق نظر بدیم،
اما میشه گفت آقا محمد خان از سرکوب ایل قاجار به دست زندیه و کشته شدن پدرش به دست کریم خان اون قدری عصبانی بوده که بخواد نسل این خاندان رو از روی زمین برداره، به خصوص که جلوی مادرش به قرآن و شمشیر هم برای انجام این کار قسم خورده بود. به هر حال آقا محمد خان دستور میده که تمام نسل زندیه رو بکشن. گفتن طوری دودمان زندیه رو برانداخت که نه فقط خیشاوندان سببی درجه هفتم، که تمام نوکران و زنهای خدمتکاری که تو منازل افراد طایفه زندیه خدمت میکردن رو هم از بین برد و کودکان اونا رو هم به قتل رسوند. بعد به همه حکام ایران اخطار کرد که اگه تو حوزه حکومتشون مردی از طایفه زند زندگی کنه، حتی اگه از خیشاوندان سببی درجه هفتم باشه و اونا شاه رو از وجود اون شخص مطلع نکرده باشن، کشته میشه. کینه آقا محمد خان به خاندان زند اونقدر شدید بود که دستور داد برج و باروی ساخته شده به دست کریم خان رو توی شیراز خراب کنه. وقتی هم که کرمان رو فتح کرد، دستور داد از سرهای طرفداران لطفعلی خان زند یه هرم بزرگ براش بسازن. جلادان و سردارانش هم 600 نفر رو توی شهر کرمان گردن زدن و 300 سر بریده دیگه رو هم به اونجا منتقل کردن تا این هرم ساخته بشه. به دستور شاه قاجار گوشه سران سلسله زند رو می‌بریدن و چشم‌هاشون رو از حدقه بیرون می‌آوردن و از کوه پرتشون می‌کردن پایین. در بیرحمی آقا محمد خان همین بس که دستور داد تعدادی از مردم کرمان رو هم کور کنن. اون حتی به برادران خودش هم رحم نکرد و دستور قطع یا کور کردنشون رو داد که اجرا شد و فقط مرتضی قلی خان تونست از دستش به روسیه فرار کنه و جون سالم به در ببره. وقتی یکی از سرداران قاجار لطفعلی زند رو تو حوالی کرمان دستگیر کرد و بسته به زنجیر و سوار بر شتر برای آقا محمد خان فرستاد، اونم دستور داد که کورش کنن و به زندانی بندازن که نوشتن از جهنم بدتر بوده. چند وقت بعد هم فرمان اعدام لطفعلی خان رو صادر میکنه که تو همون زندان خفش میکنن. به دستور آقا محمد خان تمام خانواده و حرم لطفعلی خان زند رو هم به اثرآباد یا همون گرگان امروز میفرستن و پسر لطفعلی زند رو هم همونجا اخته میکنن. حالا میمونه انتقامش از دختر کریم خان زند، همون زنی که سالها قبل به خواهر آقا محمد خان توهین کرده و گفته بود فقط میتونه لایق قاطرچی باشه. وقتی دختر کریم خان زند رو پیشش میارن، آقا محمد خان سرش فریاد میزنه که خواهر منو لایق قاطرچی دونستی؟ بعدم دستور میده بابا فضل که قاطرچی قزوینی بود رو بیارن و دختر کریم خان رو به عقد اون در بیارن. میگم به دستور آقا محمد خان این زوج مجبور بودن تو تهران زندگی کنن تا همه اهل پایتخت ببینن که چه بلایی سر دختر کریم خان به خاطر توهین به خواهر شاه اومده. دختر کریم خان زند هم سالها بعد تو خونه همین قاطرچی میمیره. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت کنید.